به نام خداوند توانا عرض سلام و درود دارم حضور همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AFG News. AFG News یگانه منبع دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات روز. عزیزان بیننده شما را به یکی دیگری از برنامه‌های معلوماتی از چینل یوتیوب خودتان خیلی ها خوش آمدید میگویم. در این برنامه معلوماتی میپردازیم به زندگی نامه محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین در افغانستان. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه شویم از شما صمیمانه دعوت میکنم لطفاً چینل یوتیوب خودتان AFG News را سابسکرایب نموده و علامت زنگ را با مهر بفشارید. محمد حنیف اتمر زاده 1347 از ولایت لغمان می باشد. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته توسعه مطالعات توسعه روستایی و روابط بین الملل از بریتانیا به دست آورد. اتمر سابقه فعالیت در وزارت امنیت دولتی یا خاد را در دولت ببرک کارمل تا محمد نجیب الله در کارنامه دارد. گفته می شود یک پای وی در جنگ های داخلی افغانستان آسیب دیده و با عصا حرکت می کند. با سقوط دولت نجیب وی به پاکستان و بعدها به انگلیس مهاجرت کرد و در آنجا بین سالهای 1371 تا 1373 مؤسسات خیریه افغانی در پاکستان و افغانستان همکاری داشت. تا سال 1379 در کمیته نروژ برای افغانستان در سمت مدیر عمومی برنامه ها در این کمیته کار کرد. پس از آن وی به مدت 2 سال مدیر عمومی کمیته بین المللی نجات برای افغانستان بود. با سقوط حکومت طالبان اتمر به افغانستان بازگشت و در سال 1381 به عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات وارد کابینه دولت موقت و انتقالی افغانستان شد. در دور اول حکومت حامد کرزی وی به عنوان وزیر معارف افغانستان تعیین شد. در سال 1387 وی به عنوان وزیر داخله افغانستان منصوب شد. پس از ماجرای ترور حامد کرزی در سال 1389 اتمر به همراه امرالله صالح از سمتشان استعفا دادند. دولت وحدت ملی اتمر در دولت وحدت ملی افغانستان بر ریاست محمد اشرف غنی در سمت مشاور امنیت ملی افغانستان فعالیت میکرد و توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را از طریق دولت افغانستان امضا کرد. در مدت حضور وی در سمت مشاور امنیت ملی وی با اعتراض بسیاری از اشخاص و گروه ها روبرو شد. احمد بهساد نماینده پارلمان و عضو شورای عالی جنبش روشنایی امنیت ملی افغانستان را متهم به دست داشتن در بمبگذاری دوم اسد 1395 متهم کرد. جنبش رستاخیز تغییر که در اعتراض به افزایش ناامنی ها در افغانستان تشکیل شده بود خواستار برکناری اتمر شد. ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار و عبدالکریم مطین والی اسبق پکتیا و غزنی حنیف اتمر را متهم به داعش سازی و حمایت از داعش در افغانستان کردند. عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری وقت افغانستان حنیف اتمر را متهم به تلاش و تبانی برای ترور وی در حمله طالبان و نیروهای وی در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب افغانستان کرد. وی در 3 استانبول 1397 از سمت مشاور امنیت ملی افغانستان استعفا داد. حزب حق و عدالت اتمر پس از استعفا از سمت وزارت داخله به همراه برخی از چهره های سیاسی کشور حزب حق و عدالت را در 12 اقرب 1390 تأسیس کرد. انتخابات ریاست جمهوری 1398 محمد حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری 1398 به همراه محمد یونس قانونی به عنوان معاون اول، محمد محقق به عنوان معاون دوم، تیم صلح و اعتدال را تشکیل داد و برای حضور در انتخابات خود را نامزد کرد. وی همچنان عالم سایی والی پیشین جوزجان و از ترکتباران افغانستان را به عنوان نماینده خاص خود تعیین نمود. تیم صلح و اعتدال در همایشی که قبل از ثبت نام برگزار کرده بودند، توافقنامه صلح و اعتدال را به امضا رساندند که در آن توافقنامه قول تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام ریاستی، ایجاد سمت‌های صدر اعظم و معاون سوم داده شده بود. این بود معلومات گردآوری شده توسط چینل یوتیوب AFG News. آرزو داریم موضوعات گردآوری شده مورد توجه و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه معلوماتی دیگر شما را به الله منان امانت میمانم. ایام به کامتان. خداوند نگهدارتان.